دکتر سیامک منجزی، زهرا سروش و دکتر فوجان زینی در ادامه برنامه های گذشته پدر سالاری، فرزند سالاری، مادر سالاری کدومش باید باشه، چطوری تعادل رو به وجود بیاریم و چه راهکارهایی رو داریم داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از حضور عزیزانمون گفتیم خیلی ساده است که پدر مادر بشیم و پرسد تکلیفمون رو روشن بکنیم و همه ای کار رو انجام بدیم یه دونه پوستر بود من داشتم نگاه میکردم از شما تو برنامه بعد قبلی گفتیم یه دونه میمونه بود اینجوری داشت کلش رو میچن خون و میگم من وقتی که تمام سوال های دنیا رو جواب دادم همه سوال ها رو عوض کردن میگم شش ماه به شش وقتی <applause> بچه بزرگ میکنین همین حس ما داریم که تا میاد بزرگ شه یه حال و هوای دیگه است بعد یه دفعه خب یکی هست حالا تمام حضورمون به اونه بعد میشن دو تا و سه آه. آه. بعد میشن دختر و پسر در نتیجه همه این سال ها نه تنها با هم متفاوته نیازهاشون نیاز با هم متفاوته. شخصیت, متفاوته شخصیت های متفاوت حالا از جنشون متفاوته. یکشون آرومه یکشون واقعا همکاری میکنه یکشون نمیکنه اینا خیلی برای پدر و مادر واقعا نکته اصلی هم همینه به خاطر اینکه من خیلی وقتا میبینم ما یه نکته رو معمولا تو بحثامون زیاد بهش توجه نمیکنیم اونم اینه که حالا اصول روان شناسی و تربیت کودک یه طرف اینی که شما بدونید برای چه بچه‌ای با چه شخصیتی دارید اون نظام تربیتی رو پیاده می‌کنید دو سه حالا اگر در خونه بیشتر از یه بچه دارید دو تا سه تا دارید ویژگی‌های شخصیت‌های اینها رو باید بشناسی باید بدونید و باید بدونی که وقتی یه وقتی یه جای مسئله یه مردی پیش میاد یک تصمیم گیریه چه جوری بتونی حالا اینجا هماهنگ بکنی همه چیزو و یه تصمیمی بگیری در واقع به نظر من مسئله پیچیدگی پدر مادر بودن خصوص تو این دوره واقعا همینه به خاطر همینه که شما نگاه کنید این دوره زمونه دیگه کسی 6 تا 7 تا بچه نداره در صورتی که توی دوره ماها خانواده ها 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا تا قدیم تر می رفتین 9 تا بچه داشتن خب موقع گفتن این تکس ویلیج کار انجام میداد چون پدر که می بازار آره دیگه مادر و بقیه مادر با هم کل گروه مادرای جوان تری داشتن یا پدرای جوان تری یعنی فاصله بین نسل مثلا یه برادر بزرگتر فاصله اش با بچه ها کمتر بود تا پدر و کمک میکردن واقعا ولی الان موقع کمک, میکردن درسته همونطور که میدونید خب خانم ها میدید از سن 15 16 سالگی ازدواج میکردن و درست تا به سن سی سالگی برسن میدونی چهار تا پنج تا بچه داشتن و در واقع اطلاعات کمتر بود موقعیت کمتر بود همه چی هم... ساده هم... تر همه و بچه ها تا بچه جاپن پند میکردن توی اتاق همه, همه, همه میخوابیدن دیگه همینجور بچه بودیم همینجور بود دیگه ایلی همه هم دور هم غذا میخوریم در واقع یه حالت, حالت, شد حالت... حالت... شد حالت... حالت... همه ایلی بود زندگی ایلی بود یه فرق ولی امروزه دیگه به خاطر اینه که هر بچه یه, توجه خاصی میخواد یه شخصت خاصی داره و واقعا اگر میخوایم درست تربیت بکنیم نمیتونیم واقعا 5 تا 6 تا 4 تا حتی 3 تا بچه داشته باشیم من شخصا فکر دو تا <تصفيق> <تصفيق> وقتی ایلی بود خود ایل تکلیفش رو روشن میکرد قبله ها رو مثلا اگر یک بچه دو ساله قرار بودش که بیاد گاز بگیره جیغ بزنه یه بچه دیگه در کنارش بود ممکن بود اونم موشو بکشه یه بچه دیگه میمد اینو میگرفت میبورد این ایل خودش داشت تکلیفش رو نظامش رو روشن میکرد الان تو بچه های تو خونه مثلا دوتا بچه و دو تا بچه که به جون هم میفتن مادر و پدر میترسن و تازه شروع میکنن اونها هم بالا و پایین رفتن انگار یادشون رفته که بابا بچه دو ساله قرار جیک بزنه قرار گاز بگیره قرار هرچی که دلش میخواد و بگیره برای اینکه طبیعت دو ساله اینه و بعد چه جوری میشه که مثلا یه سه ساله یا چهار ساله که در کنارش رو این دوتا رو با هم مثلا تنظیم کرد وقت پدر و مادر خودشون میترسن یک دو وقتی که پنج بچه‌ها هی با هم دیگه حالا چه بازی میکنن چه جیغ میزنن چه زور آزمایی میکنن که نشون بدن کی داره بالاتر و بهتر هست خستگی پدر و مادر در جایگاهی هستش که اینا رو فقط میخواد خفه کنه و وقتی اینه که به عنوان یک معلم بیاد در کنار اینا بشین و هر لحظه باشون باشه دیگه نیست میگم تو ایل بالاخره یکی پیدا میشد که داشت اونجا اینا هم دیگه جدا میکرد و راه و روش رو به فاصله یاد ها هم کم بود ببین همسایه همین کار رو میکرد فامیل دیگه همین کار رو میکرد بچه ها اطلاعاتشون کم بود پدر و مادرها همینطور ولی الان فاصله ها اونقدر تا بی نهایت رفته یه کامپیوتری که میدی دست بچه اصلا فاصله میندازه بین خودش و پدر و مادر و فامیل یعنی میبردش توی اقیانوس دیگه و این فاصله ها به قدر این عمق زیاد شده و هی داره زیاد و زیادتر میشه و شکافش بزرگتر میشه که این داره کار روانشناسی رو سخت میکنه کار پدر و مادرها رو داره سخت میکنه و باید یه کاری کرد که حالا با دانستن اطلاعات و ان که بتونه این برنامه ها مفید باشه که شما عزیزان میان واقعا وقت میذارید و صحبت میکنید بتونیم ما کمک بگیریم برای این مسائل ببینید همونطور که گفتم نکته خیلی مهم شناخت شخصیت بچه است من یک کاری که معمولا میکنم به پدر مادرها کمک میکنم توی کارم که بهشون میگم قبل از اینکه از من بپرسید که با این بچه چه کار بکنیم اجازه بدید بهتون کمک کنم شخصیت بچه‌تون رو بشناسید شخصیت خودتون رو بهتر بشناسید شخصیت همسرتون رو بشناسید و ببینید که شماها چه جوری با هم میتونید اون تا... به اون تعامل رو داشته باشید و اون برخورد رو داشته باشید تا بتونید یه نظامی داشته باشید ببینید که هر کاری میکنید یکی توی جو آرومی باشه تو جوی که احساس امنیت بچه ها از بین نره توی خانواده ها الان چیزی که من خیلی میبینم به خصوص الان بیشتر از خانواده, بیشتر خانواده ها من که میبینم دو تا بچه دارن توی خانواده ها خیلی جالبه اکثرا به من میگن که شخصیت دو تا بچه هاشون با هم خیلی متفاوته حتی متضاده یکی خیلی هم کاری کننده است انگار که بهتر میشه باش منطقی حرف زد یکی نه خیلی به اصطلاح زورگو دیماندینگ و در واقع میخواد حتی اگه بتونه زور میگه حق و یکی هم میخوره و اینجا پدر مادرها نمیدونن چه جوری با این بچه ها برخورد بکنن خیلی وقتا من میبینم اون بچه ای که به اصطلاح بچه آروم تریه خیلی سرخوردگی زیادی براش به وجود میاد چرا به خاطر همین چیزی که شما میگید این دو تا با هم درگیر میشن پدر مادر به جای اینکه حالا وقت ندارن حالا به هر دلیلی به جای اینکه بیان ببینن این وسط چه اتفاقی داره میفته درست بتونن قضاوت بکنن در واقع چه کار میکنن میان حقاً همه رو خفه بکنن همه رو ساکت بکنن یعنی اونی که به خاطر همین خیلی وقتا اونی که حقش خورده میشه به این زور گفته میشه اون بیچاره هر موقع که میخواد بیاد حالا این وسط به <applause> حق خودشو بگیره در واقع میبینید میزنن تو سرش که چه خبره چقدر سر میکنید چقدر بادی بیداد میکنه این همه چیز دارید دعوا میکنه سر نمیدونم این اسباب بازی یا اون اسباب بازی یا این کتاب بس دیگه اصلا دعوا نکنید هیچ کس حق نداره این حرفی بزنه ساکت باشید یعنی شما میبینید که باعث میشه یه بدی که وجود داره باعث میشه که هر دو تای بچه‌ها <applause> به خصوص اون یکی از لحاظ به اصطلاح شخصیتی حالا یا ضعیف‌تر یا درجه استرابش بالاتره اون یک احساس بی پناهی میکنه در واقع یعنی در محیط خانواده حس میکنه که تنهاست. حقش اگه خورده شد کسی اهمیتی نمیده و اون زورگو هم زورگوتر میشه یعنی احساس میکنه کارش درست بوده دیگه پدر و هم آمدن حمایت ازش کردن پس من این تو جامعه هم آینده همین میشه یکی از موارد جالبی که از پدر و مادرها هم میشنویم و همینی که نسل به نسل جلو میره تمام موارد پرورش کودکان در مسائل فیزیولوژیشون کی دندون در میارن کی نمیدونم موهاشون روش میکنه کی را میفتن کی حرف میزنن چجوری تو چه کلاس های بعد درس بخونن موتور اسکیلزشون دست و پاشون چه جوری رفت میکنن اینا رو خوب نسل به نسل هم دیگه یاد میرن میرن به پزشکشون و از خانوادهشون میپرسن از پدر و مادرشون م. میپرسن یکی از مواردی که پخشه وجود داره هم کتاب هست اینترنت هست همه چیز هست و این آگاهی ها رو میتونه بده ولی هنوز مادر و پدرها رو میبینم که نمیرن دنبال این مسئله مسئله اینه که از نظر روحی روانی پرورش هر سن کودک در حقیقت کجا هست چون شما وقتی آگاهی به اون هم پیدا بکنی و بچه های مختلفی در سنین مختلف داشته باشی و میدونی که این بچه در این سن این مسائل براش مهمه قرار این کارا رو انجام بده این نزور از مایا رو قراره با دنیای خارجش بکنه آگاه بودن راجع به این مسئله قبل از اینکه بچهتون به اون سن برسه منتظر هستید و وقتی منتظر هستید بعد میدونید یواش یواش یاد میگیرید که باهاش چیکار بکنید چون همونقدری که میدونید دانشش رو پیدا میکنید میتونید از آدمای دیگه هم بپرسید که چیکار کردید از روانشناسا از کتاب ها میتونید متوجه بشید مثلا من اگر بدونم که بچه دو ساله من درست و معمولا وقتی میگیم دو ساله بعضی از بچه ها از یه سال و نیم تا دو سال و نیم ممکنه این فضا برشون به وجود بعضی زودتر میرسن بعضی دیرتر وقتی من میدونم که دو سالگی برای اولین بار قرار بچه جیغ بزنه وقتی داری یه چیزی رو ازش میگیری شروع کنه تلاتون به وجود آوردن قهر میکنه مال یکی دیگر رو میگیره شک نیستی وقتی این اتفاق میفته آماده ای براش در وقتی که شروع میکنه جیب کشیدن تو ذهنت نمیاد چه بچه بدی این حرکات چیه کی ناراحتش کرده مقتضیات سنش سن سنشه سن و حالا چون این فضا هست من باید واش چیکار کنم بعد وقتی که این بزرگتر شد بچه کوچیکتر این شد بچه‌شون چهار سالش بچه دومی داره دو سالش میشه چون این دانشو داریم به بچه چهار سالتون توضیح میدین چون بچه چهار ساله داره بازی میکنه با کوچولو همیشه میخنده بعد یه دفعه کوچولو میشه دو سالش تا میاد باهاش دست با, با بازیشو بگیره شیق، فریاد بچه بزرگترم شوک میشه که این چی شد وقتی شما متوجه این خب برای اون یکی توضیح میدین اشکالی نداره ما اونجوری داره بزرگ میشه یواش یواش و این فضای دانشی که پیدا میکنین روی مسئله که کلا روح و روان بچه‌ها پرورششون درونشون چه اتفاقی میافته این رو اگر داشته باشید و بعد با حتی این دانش اون وقت نگاه کنید که شخصیت خود اون فرزندتون هم چی هست چون هر کسی مثل اینکه از رنگشش متفاوته با الگو نمیاد هر بچه ای هم با این که این مراحل معمولی رو داره شخصیت منحصر به فرد, به فرد خودش رو هم داره چه وقتی شنا... نگاه میکنیم به اون شناختی که داریم بهش کمک میکنه که ما این تنظیم رو بین این بچه ها به وجود بیاریم و بر خودمون به وجود بیاریم در حقیقت من اینو گرفتم از صحبت های قشنگت که علاوه بر اینکه ما به جس بچه ها و مراحل رشدشون اهمیت میدیم به مسائل روانی هم اهمیت بدیم جامعه ما سال هاست داره یاد میگیره که مسائل روانی چقدر آمیخته شده و گره خورده به مسائل جسمی و فیزیکی هست در مورد بچه ها هم, هم همینطور یعنی هرچی آموزش خودمون رو ببریم بالا و برنامه های حتی آموزشی رو ببینیم که الان هم در دسترس هممون خدا رو شکر هست راحت میتونیم مسئله رو حلش بکنیم مثال بگم قبل از اینکه شما بفرمایید خیلی جالب چند هفته پیش اتفاق بفتا. که من تازه خونده بودم اینو که بچه ها در یک سن به خصوصی که تقریبا بین دو سال تا سه سال نزدیک تقریبا به سه اه. سال از مادر خودشون یا اون کسی که بیشتر از هر کسی بهشون نگهداریشون نگه داره میکنه عقب میزنن و میرن دنبال اون یکی پرنت حالا چه اه. مرد باشه چه, چه زن باشه من اینو تازه توی که این کتاب خوندم این طرف میده. جنس مخالفشون میره فرقی نمیکنه اگه بیشتر نزدیکم به پدر میکشونن خودشونو به مادر اگه بیشتر نزدیکم به مادر میکشونن به خودشون این یه چیز آه. طبیعی اون سنه که داره تجربه میکنه به یه کسی وصل بوده و برای اولین بار داره این وصل بودنشو رها میکنه و داره تجربه میکنه از وصل نبودن بعد درجه میگم بعد اینو من خونده بودم و خیلی برام جالب بود تو تئوری بعد یک دفعه رفتم خونه یک از دوستان که دقیقاً بچه‌اش تو این سن بود <تصفيق> <تصفيق> گله گله این مادر گریه می کرد که بچه من دیگه نمیخواد در کنار من باشه تا پدرش میاد میپره توی بغلش و دیگه نمیخواد کنار من باشه من چیکار کردم فوجان تو بیا به من بگو من چیکار کردم تو هیچی عزیزم این ربیعی اینا یه دفعه مطمئنی مطمئنی من کاری نکردم ناراحتش <applause> نکردم خب ببین آگاهی دلسته. این مسئله چقدر میتونه کمک بکنه به آرامشمون به آرامش پدر و مادر به آگاهیشون و که چیکار بکنن با اون اتفاقی که میفته <applause> یعنی غیر از این بود قهر کرده بود با بچه لب ورچیده بود چون بچه رفته بود اینم احساس کرده بودش که این ریجکتش طبعا. کرده بود وقتی بچه بر میگشت این هم اینم خودشو عقب میکشید ببین چه اتفاقایی داشت اونجا میافتاد فقط به خاطر اینکه نمیدونست تا بیشتر ضربه هم بچه میخورد هم مادر و هم به نتیجه جالب به خصوص بچه خیلی ضربه میخوره خیلی جالب مادرها خیلی بهشون بر میخوره مثلا تو همین سن سن <تصفح> سالگی یه یه خصوصیت دیگه که بچه‌ها دارن که من بالاست تو بچه خودم دارم میبینم اینه که باهات لجبازی میکنم تمسومشون میره بالا حالات دکتر بیشتر یا هر دو فرق من نمیریزه <تصحيح> و مثلا شما میبینید بهش میگید که من اینو، من تجربه کردم با این دکتر کوچیکمون وقتی بهش میگی یه کاری رو نکن میکنه مثلا بهش بگو که این لیوان آبو نریز شما دو دقم نمیگذره آخرشونو میریزه بعد به شما هم یه نگاهی میکنه خب اینو چه اتفاقی می <تصحيح> 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 من یه مادری یادم میدیدم به من یه روز به من که من نمیذارم بچه من چرا انقدر بی‌تربیت شده گفتم چرا هر کاری بهش میگم نکن میکنه <applause> کاسه ماسو ریخته رو زمین بهش میگم که خیلی بچه بدی هستی جمعش کن با دستش اینجوری ماسو همینجوری رو زمین چیز میکنه بعد میخنده به من نگاه میکنه واقعا که بچه پولی بیترول است یعنی <applause> انقدر مادر بهش برخورده بود که چه بچه <applause> بی ادبی داره و بهش بی احترامی میکنه که بعد گفتم که بچه شما داره استقلالش رو به دست میاره و استقلال با نگفتن به دست میاد اگه آه. قرار باشه بچه همش بگه آره که استقلال به دست میاره استقلال اینه که شما رو شما رو چلنج بکنم یا تفاوت مثلا مثال دیگه ای بزنم که خب ممکنه برای خوب باشه تفاوت بین بچه هایی که وقتی دارم بزرگ میشن با هارو سن دو سال یا سه سال هستن مثلا بچه الان دختر بزرگی ما یه سنیه که میتونه بازی بکنه خودش یعنی بازی خاله بازی یا میک بلیف پلی بازی کنه مثلا چیکار میکنه میبینید میاد یه 20 تا عروسک رو میچینه بعد جلوشون صندلی میذاره میشینه کتاب دستش میگیره داره براشون مثلا کتاب میخونه بعد از اینا هم بشین پاشون میده سر کلاس بعد اون یکی که از این دو سال کوچکتره، میبینید همینجوری میاد یه دون از عروسک‌ها رو بر داره یه لگدم دو تا دیگه میزنه میره این جیغش میره هوا که ای عروسکای به هم زد بعد هم که شما میگید ما مجبوری براش توضیح بدیم که خب این الان متوجه سنیش. شما نیست خیلی وقتی یه کاری که میکنیم ازش میپرسیم میگیم که میخوای خودت تنها بازی کنی پرایوسی میخوای خیلی وقتا میخواد تنها باشه بزرگه <applause> چون کوچیکه هنوز زبونش رو نمیفهمه که با هم درست بازی بکنن بنابراین میره تو اتاق میخواد تنها بازی کنه درو میبنده بعد کوچیک میدونه این رفته تو اتاق خیلی پشت در هی میخواد بره ببینه این چیکار میکنه بعد اینجا دوباره جر بحث میشه اون جیغش در میاد که مامان صوفی اومد من میخوام تنها باشم ولی چقدر خوبه که پدر مادر یه جورایی روانشناس هم باشن به خصوص خب من وقتی که دنیای روانشناسی رو باش آشنا میشی میبینی بیشتر آسیب ها برمیگرده زیر پنج سالگی یعنی تا پنج سالگی ما حداقل تا هشت سالگی اگر بدون پدر و مادر چطور رفتار بکنه با بچه ها کل زندگیشون یه جورایی سیف شده و میتونن با آرامش و راحتی زندگی بکنن و آدمای موفقی باشن و هر روز این اطلاعات داره بیشتر میشه یعنی خود ماها اگر دائم نگاه نکنیم به آخرین ریسرچ های گمده هر روزی ریسرچی هست که شاید برعکس اون چیزی که میشناختیم و دوباره برای بر ما به وجود بیاره و من میدونم خیلی از آدم میگن پس علم فایده ای نداره اگه تو همه اینا رو گوش دادیم بس شما یه کار دیگه کردیم خب علم خوبیش اینه برای اینکه هر روز ماها بیشتر داریم یاد میگیریم با تحقیقاتی که داره میشه داریم یاد میگیریم و در نتیجه کسی که داره بچه دار میشه یا بچه داره باید قاعدتا این فرصت رو برای خودش بذاره که دائم این اطلاعات رو دریافت بکنه و خب خوشبختانه در فضای اینترنت همه اینا یا در تلویزیون ها داره به وجود میاد اگر که این وقت رو بذارن که اطلاعات رو بگیرن و بعد این اطلاعات رو وارد زندگی عملیشون بکنن قاعدتاً شانس اینی که هم خودشون راحت تر باشن تشویش و اضطرابشون پایین تر باشه و تربیتشون راحت تر بشه خیلی خیلی ممکنه بهتر باشه ولی یکی از چون راهکار میخواستین یکی از دوستان من با بچهش هر کاری که میکرد تمام کتاب رو خونده بود خودشم پرورش کودکان خونده بود همه یه کارها رو که داشت انجام میداد هیچ کدوم اینا رو بچه جواب نمیداد هر کاری میکرد میگو بچه ای من این حرف رو میزنه بچه هم همین میخنده و میدو و این کار میکنه گفت من چیکار کنم گفتم آخرش کسی هیچ جانه میتونی اطلاعات پیدا کنی از خود بچه ازش بپرس چیکار میخوای بکنم وقتی که تو این کارو میکنی و بچه جواب تو بده یعنی این همین بود پرت میکردم این چیزو بعد میگو خب یعنی چی بهش بگم چی میخواد؟ گفتم آره ازش بپرس تو اینا رو پرت میکنی از من چی میخواد؟ از من چه عکس عملی دوست داری بگیری که اینا رو داری مم. پرت میکنی؟ پس حرفش رو بزنه و حداقل بهت میگه یا میتونی بهش بگی اوکی او نو no پرابلم پس اون بهت میدم یا اینکه میگی مرسی از اینکه بهم گفتی امروز نمیتونم این کار بکنم چون مثلا الان وقت ندارم باید پاک کنم ولی چش فردا باخت میشینم آب بازی هم میکنم با هم, هم دیگه میخندیم آخرش به هیچ جا که نرسیدید اطلاعات دست خود طرفه از خودش بپرسید مخصوصا وقتی که حرف میتونی بزنیم بیوتیفول من داشتم فکر میکردم که حتی علم بچه ها هرچم زیاد نباشه پدر و مادر ولی یک دانش هایی هستش که تو تمام قبایل بوده و هست و هنوزم هست یعنی پایه هایی ما داریم برای تربیت که ربطی به حالا پیشرفت دانش هم نداره مثل خوبی مثل محبت مثل راستگویی یعنی کافیه که ما به بچه‌مون یاد بدیم که فقط راستگو باشه اونم به قول فرمایش شما فقط با عملمون حالا نیازی هم نیست بگیم راست بگو راست بگو عملا بهش یاد بدیم که اگه من ضررم کردم تو زندگی ولی راست گفتم و همین یه دونه من فکر می‌کنم پایه و اساسی بشه برای اینکه همه به آرامش برسن مثل ریاضی که وقتی مسئله رو حل می‌کنی خیلی ساده میشه زندگی هم خیلی ساده است منتها ما خودمون بغرنجش میکنیم به خاطر اینکه میریم سراغ هاشیه ها و اصل رو یه جورایی فراموش میکنیم دارن اشاره میکنن که فقط دو دقیقه فرصت داریم دو تا راهکار از شما عزیزان بشنویم یه دونه نکته من اشاره بکنم که تجربه باز شخصی زندگی شخصی ما خیلی مهم. به من ثابت کرده که کار درستیه و اونم اینه که از از زمانی که بچه به نظر من به دنیا میاد و ش... میتونه و شروع کنه از خودش صداهایی در بیاره صداهایی در بیاره که با قصد و نظر مثلا از شما چیزی بخواد بگه اه پس کنی بچه پنج ماه یا شیش ماه از همون موقع شما میتونید اه... کمک کنید به بچه تون که حرف بزنه و این تجربه رو تو واقعا چند وقت خیلی جالب بود باز این دختر کوچیکم سه سال میشه داشتم این اه... وقتی که میخواد اه... معمولا حالا ب... بره بخوابه خیلی چیز میکنه اذیت میکنه یعنی نمیخوابه. بعد من وقتی که بهش میگم که خب دیگه الان باید بری بخوابی گو چرا خاموش میکنیم این شروع میکنه گریه کردن نکته که شما گفتید رو من چند شب پیش بهش فکر میکردم خیلی کوتاه کردم صحبتمو که ازش بهش گفتم که ناراحتی که میخوای بری بخوابی گفت آره گفتم میخوای گریه کنی گفتم آره گفتم دست من ناراحتی گفت که آره تو بابا بد جنس میگه گفتم که خب میدونم ولی خب حالا برو تو اتاقت خیلی جالب بود در حالی که بلند شد داشت وسایلشو رو جمع میکرد آخرش اسباب کشی میکنه چهار تا عروسک داره با خودش میگازه بر به اون میبره وقتی داشت اسباب کشی میکرد در حالی که داشت گریه میکرد و میگفت من نمیخوام برم بخوابم همون تا حالا رفتم و من گفت شب بخیر یعنی رفت هنوزم داشت گریه میکرد و وقتی که با خیلی جالب ما باهاش حرف زدیم و اون حبش گفتیم اجازه بهش دادیم حرفش رو زد و نسبت به گریهش حالات بی تفاوت نشون دادیم بعد که رفت خورده دیگه خودش ساکت شد در صورت دیگه جنگ پدر مادرها اصلش برمیگرده به اینی که چرا گریه میکنیم؟ نباید گریه بکنیم درسته، درسته. این هم حرفی بود که داشتیم میزدیم که شما مسئله دموکراسی رو که توی برنامه دیگه حتما برین گوش بدین داشتیم صحبت میکنیم توی خانواده همین مسئله حرف زدن شنیدن اون حرف افلانه. و ارزش دادن به امه. اون حرف حتی اگر قانون الان چیز دیگه ایه که باید انجام بشه دقیقا این تو همه ارتباطات من فکر میکنم یاد گرفتم از دنیای روانشناسی که جواب میده اگنور نکردن و نادیده نگرفتن نیازهای طرف مقابلمون حالا چه بچه باشه چه بزرگ بهش اهمیت بدیم و حداقل بهش گوش بدیم مرسی از حضور و وجود و حرفای قشنگی خاشو. که میزنید در برنامه جربوزه انشالله که بتونیم با برمایی پربارتری همراهتون باشیم